درود بر همیهنان و آزادی خواهان کشورم زنان و مردان شجاع ایران به اولین بسته خبری امروز از کانال کیوسک خوش آمدید. در این ساعت با خبری مهم و فوری که لحظات پیش از ایران به دست ما رسید، در خدمت شما هستیم و در ادامه با تحلیلی مهم از ادامه جنگ در غزه همراه شما هستیم. هشدار فوری سپاه پاسداران و اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال اصفهان، پرتاب موشک و راکت در روزهای چهاردهم و پانزدهم آبان ماه. اما قبل از مشروح این اخبار بشنوید گلایه شهروندان ایرانی از حمایت های بیجا و بی ربط جمهوری اسلامی از حماس و گروه های تروریستی منطقه به به صبح خیر پرچم فلسطین بر شده بر روی پتروشیمی ایلام دود شما میخوریم پولشو. پولشو اونا تازه پرچمش رو سر جا داره هشدار فوری سپاه پاسداران و اعلام منطقه پرواز ممنوع در شمال اصفهان پرتاب موشک و راکت در روزهای چهاردهم و پانزدهم آبان ماه ساعتی پیش و در خبری فوقالعاده مهم سپاه پاسداران برای بخشی از نواحی شمال استان اصفهان از تاریخ پنجم تا ششم نوامبر یعنی چهاردهم و پانزدهم آبان به علت پرتاب موشک یا راکت هشدار نوتام صادر کرده است هشدار نوتام نوعی هشدار است که توسط مقامات هوایی به خلبانان داده می شود. این هشدار در مورد وجود خطرات بالقوه در طول مسیر پرواز یا در مورد مکان نیست که میتواند بر ایمنی پرواز تاثیر بگذارد علیرغم سخنرانی دو روز پیش رهبر حزب الله لبنان و عقب نشینی تلویحی جبهه مقاومت در برابر اسرائیل بنابر گزارش منابع مطلع در وزارت دفاع ایران تمامی سایت های هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی به حالت آماده باش 100 درصدی در, در و هشدار سطح امنیتی برای این پایگاه ها به بالاترین درجه خود در طول 44 سال گذشته رسیده است. گفته شده رهبر نظام با دستور مستقیم به فرماندهی سپاه پاسداران خواسته که تمام مرخصی ها و ورود و خروجی ها در تمام ارکان نظام به حالت تعلیق در بیاید و اماکن حساس نظام 24 ساعت شبانه روز در حال آماده باش جنگی قرار بگیرند. این دستورات برای جلوگیری از هر گونه قافلگیری توسط ارتش اسرائیل و آمریکا به تمام فرماندهان ارشد نظام داده شده است. در همین بین و در ادامه موج حملات اسرائیل به حماس ارتش اسرائیل اعلام کرد از زمان آغاز عملیات زمینی خود در نوار غزه 2500 موضع متعلق به شبه حماس را از هوا، دریا و زمین هدف قرار داده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مجددا به اسرائیل سفر کرد. این دیدار قرار است در رام الله انجام شود. وزیر مدیران خارجه آمریکا، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده، اردن، مصر روز شنبه 13 آبان در نشستی در امان پایتخت اردن درباره جنگ اسرائیل و حماس گفتگو کردند. با وجود تاکید کشورهای عربی بر لزوم توقف درگیری ها، وزیر خارجه آمریکا گفت آتش بس به حماس فرصت می دهد، خود را سازماندهی کند. همزمان ارتش آمریکا از ورود دومین ناو هواپیما و ناو خود به خاور میانه از زمان آغاز درگیری ها خبر داد همچنین در خبری فوق العاده مهم دو منبع نزدیک به رهبری حماس به خبرگزاری رویترز گفتند این گروه شبه نظامی خود را برای یک جنگ طولانی در نوار غزه آماده کرده و معتقد است میتواند با این روش پیشروی اسرائیل را به اندازه کافی متوقف و دولت این کشور را مجبور به موافقت با تشبث کند رویترز روز شنبه 13 بان در گزارشی به نقل از منابعی آگاه که به دلیل حساسیت اوزا از ذکر نامشان خودداری کردند نوشت در غزه به اندازه کافی سلاح موشک مواد غذایی و تجهیزات پزشکی ذخیره شده است به اعتقاد این منابع حماس مطمئن است هزاران جنگجویش میتوانند برای ماها در شهری از تونلهای حفر شده در اعماق نوار غزه زنده بمانند و نیروهای اسرائیلی را با تاکتیک های چریکی شهری خود امید کنند. حماس باور دارد که در نهایت فشار بین المللی بر اسرائیل برای پایان دادن به محاصره غزه همراه با افزایش تلفات غیر نظامیان میتواند موجب آتش بس و رسیدن به توافق از طریق مذاکره شود که امتیازی ملموس برای این گروه شبه نظامی در پی داشته باشد. این امتیاز میتواند چیزی مانند آزادی هزاران اسیر فلسطینی در ازای رهایی گروگانهای اسرائیلی باشد. به گفته یه چهار مقام حماس، یک مقام منطقی و یک فرد آشنا با کاخ سفید، حماس در مذاکرات غیر مستقیم با میانجیگری قطر سراحتا به آمریکا و اسرائیل گفته است خواهان چنین توافقی است. در برنامه بلند مدتتر حماس قصد دارد به محاصره 17 ساله غزه از سوی اسرائیل پایان دهد. این گروه همچنین میخواهد تداوم شهرکسازی اسرائیل و آن چه فلسطینی ها اقدامات شدید نیروهای امنیتی در مسجد الاخصا می دانند متوقف کند؟ ادیب زیاد کارشناس فلسطینی در امور بین الملل دانشگاه قطر به رویترز گفت که حماس باید یک برنامه بلند مدت برای پیگیری حملات خود به اسرائیل داشته باشد. به گفته او کسانی که حمله هفته اکتبر را با این سطح از مهارت، تخصص، دقت و شدت انجام دادند برای یک نبرد طولانی مدت نیز آماده شده اند. امکان ندارد هماس بدون آمادگی کامل برای پیامدها وارد چنین حمله ای شده باشند یک منبع مطلع از سیاست های کاخ سفید به رویترز گفت که واشنگتن انتظار دارد هماس نیروهای اسرائیلی را در نبردهای خیابانی در غزه به باتلاق بکشد و تلفات زیادی را بر آنها وارد کند تا حمایت عمومی در اسرائیل از یک درگیری طولانی تضعیف شود به گفته او با وجود این مقام های اسرائیلی به همتایان آمریکایی خود تاکید کردند آماده مقابله با تاکتیک های چریکی حماس و همچنین مقاومت در برابر انتقادات بین المللی از حمله هایشان هستند این منبع افزود اینکه آیا اسرائیل توانایی حذف حماس را دارد یا صرفا می خواهد این گروه را به شدت تضعیف کند به عنوان یک سوال باز باقی میماند به گفته منابع حماس این گروه شبه نظامی حدود چهل هزار جنگجو دارد که می توانند با استفاده از شبکه وسیع تونل های مستحکمی به طول صدها کیلومتر و عمق 80 متر در نوار غزه تحت محاصره مبارزه کنند به گفته یه مردم محلی و با استناد به فیلم های منتشر شده جنگجویان حماس روز پنج شنبه از تونل های غزه بیرون آمدند تا به سمت تانک های اسرائیل شلیک کنند و سپس ناپدید شدند ارتش اسرائیل گفته است یک گروه گروه از نیروهای ویژه برای شناسایی و انهدام تونل ها در حال کار است عملیاتی که سخنگوی ارتش آن را نبرد پیچیده شهری در غزه توصیف کرد حماس که از سوی اسرائیل آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود در منشور تأسیس خود در سال 1988 خواستار نابودی اسرائیل شده است در سند بعدی با نام منشور سال 2017 این گروه برای اولین بار ایده تشکیل کشور فلسطین را در قالب مرس های 1967 که اسرائیل پس از جنگ شش روز ادعای آن را داشت پذیرفت. اگرچه این گروه سراحتا حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناخته است. اسامه همدان یکی از مقامات حماس که در بیروت مستقر است به رویترز گفت که حمله 7 اکتبر و جنگ در حال گسترش قضه موضوع تشکیل کشور فلسطین را دو بار روی میز قرار می دهد. او به رویترز گفت این فرصتی است که به آنها بگوییم می توانیم با دستان خود سرنوشتمان را بسازیم. می توانیم معادله های منطقی را به ای تنظیم کنیم که منافع من را تمین کند. حماس پس از برهم زدن توافق صلح اسلو بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 1993 با هدف پایان دادن به چندین دهه درگیری اهرام فشاری به دست آورد. بنیامین نتانیاهو برای اولین بار در سال 1996 قدرت را به دست آورد. فلسطینی ها و مذاکره کنندگان آمریکایی گفتند که امتناع دولت او در طول سالها از توقف شهرکسازی یهودیان در کرانه باختری تلاش ها را برای ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی تضعیف کرده است. مقامات اسرائیلی در گذشته این موضوع را رد کردند که شهرکسازی ها مانعی بر سر راه صلح است. طرح صلح عربی با حمایت گسترده بین المللی و عرب از سال 2002 روی میز بوده است. این طرح معاهده های صلح را با روابط دیپلماتیک کامل و در ازای یک کشور مستقل فلسطینی به اسرائیل پیشنهاد می کند. نتانیاهو در عوض به دنبال اتحاد کشورهای سنی عرب با اسرائیل با محوریت مصر و اردن است این دو کشور معاهده های صلح ای را در سالهای 1979 و 1994 با اسرائیل امضا کردند. امارات متحده عربی، بحرین و مراکش هم بخشی از این اتحاد پیمان ابراهیم هستند. قبل از حمله حماس در هفته اکتبر، نتانیاهو در مذاکراتی با میانجیگری آمریکا در حال رسیدن به یک توافق دیپلماتیک تاریخی با عربستان سعودی بود، اما این روند از آن زمان تا به حالت تعلیق در آمده است. المعشر به گفت که حمله هماس به احتمال ایجاد ثبات در خاور میانه بدون تعامل با فلسطینی ها پایان داد. به گفته او امروز واضح است که بدون سازش با فلسطینی ها خبری از صلح در منطقه نخواهد بود. یاران گرامی به پایان این برنامه از کیوسک رسیدیم بی صبرانه منتظر شنیدن نظر شما در ارتباط با این اخباریم. فراموش نکنید با لایک کردن این ویدیو یاری رسان مردم ایران باشید. پاینده ایران